بح بح. چطوری؟ عزیزم خیلی خوش اومدید. امیر جان بفرمایین، به افتخارش مجدد. خوش اومدی. مرسی، متشکرم. قربونت برم، خیلی خوشحالم میبینمت. بفرمایید. علوچ احمد سلام می‌کنم خدمت همه اول حضار محترمی که اینجا هستن و مردم شریف و دوست داشتنی کشور. خیلی ممنون که اومدی. مرسی. آدما برای چی می‌خندن به نظرت؟ این اصلا لازمه. به نظر علمی یا اینکه علمی هم توضیح داره. باریکلا. بگو ببینیم. در واقع سری هورمونایی ترشح میشه در مغز که خب داریم از خره میکنم. نه والله به خدا. جونم بلدی؟ به خدا بلدم. برای چی بلدی اصلا؟ بعدی جای دیدم. خب هیچ این هورمونا باعث میشه که یه حالت ناپایداری توی مغز به وجود میاد که این به یه شکلی خودش باید نشون بده. نشون بروز پیدا به صورت خنده نشون بده. دیدی وسط گریه و میخندی، وسط خنده طرف گریه میکنه. این هورمونا به هم ریخته. ولی به طور کلی آره، ولی به طور کلی چیز خوبی بود خندید. تو خودت اهل بگو بخند که هستی. هستم تو جمعی، ولی یه ذره خصوصی. نه دیگه اینا خصوصی کسی نیست که 200 نفر خودمون دیگه. درسته. بعضی یه دوستی داشتم همین مثلا میومد میگفت ما تو کلاس مدرسه میاد گفت بچه‌ها یه چیزی میگم فقط بین خودمون بمونه. بعد خودمون 45 نفر بودیم اصلا نمیشد. بعد قدیما خیلی رازداری مهم بود، یادته میگفتن این چند تاست؟ یکی. این چند تاست؟ این چند تاست؟ نه دیگه 7 تاست. میگه حرف اگه از پیش یه نفر رفت بیرون دیگه میره تا 7 تا بیشتر. آره. خب وقتی که میری خونه یکی، بله، مهمون مثلا، اولین چیزی که توجه بهش میکنی چیه؟ عجب سوالی. آخه به چی توجه میکنم؟ به مرتب بودن خونه. تو خودت مرتبی؟ خیلی. جون من والا. آفرین. کیا آقایون اینجا هستن که شلختن؟ هیچکی. اینا همه رفیقای تو هستن. آره. یکی دو تا هستن اینا هم بچه هم بزرگ بشن حتما مرتب میشن. من و این دو تا بچه ها. آفرین. آره من خیلی مرتبم. یعنی همیشه خونه ترتمیزه؟ بله. بذار یه سوال بپرسم از این میفهمم. پا میشی از جات آن کارت میکنی؟ همون لحظه. جون من. به خدا قبل از اینکه اصلا حتی برم صورتمو بشورم اول آن کارت میکنم. مثلا آدم پاش کسی این کارو میکنه دیگه اینجا خانوما داره ازش میکنن. چرا؟ خب من آدم دوباره نمیخواد بیاد بخوابه. نه دیگه. ما دیگه میره نوبال کار زندگیمون. مثل شما نیست. دیگه بر نمیگردیم. ما دیگه تا شب بر نمیگردیم. خیلی خوب. جالبه. نه میدونم که میدونم بعضیا اذیت میشن از به هم ریختگی اینا. خب همین جون هر وقت خواستیم خونه ما قرار بذاریم دو سه روز قبلش به من بگو. اطلاع میدم. آره. خاطر خنده برامون بگو همین. والا خیلی توی اتفاقات بیشترین اتفاقات بعد واسه معلمات تو روز معلم میافتاد. خب که یه ذره بهمون رو میدادن، ذره آزادی عمل بیشتر داشتیم. هیچ دیگه از فکر کنی ترقه ترکوندن تو کلاس بگیر. ببین ترقه یک بار از این ترقه هست که میزن تو دیوار منفجر میشه. بله میدونم. پیازی. آفرین. دست سازه دیگه اکلی سرنجا. ترقه دست نارنجک زدن تو کلاس. من همیشه فکر کنم تو بچه آرومی بودم. تو اونی باشی که ترقه نمیزدی. نه من نمیزدم. من چیز بودم، نقشه ها رو بعضی وقتا میکشیدم ولی اجراشو میسپردم به دوستان خدومی که تو آدم داشتی. یه تعدادی بودم به هر حال. خب یه سری افراد و اسماشونو میگم تو که دلت میخواست با اینا چه نسبتی داشتی. خب آدمایی که مثلا مشهورن و شاید مثلا نباشن. ادیسون داییم. دایی تو؟ دایی. عمو. الو دایی. خیلی اسم ادیسون چی بوده؟ چی ادیسون؟ توماس. آره. الو دایی توماس. دایی توماس. خب. موزارت. موزارت نسبت فامیلی باید داشته باشه حتما. من موزارت هنرمند مورد علاقمه. میدونم خیلی نابغه بوده و اینا. زندگی نامش خوندم. آره. آفرین. تو هم همینطور؟ چی؟ دوستش داری؟ به هر حال دو سه تا هستن که حداقل توی عوام موزیسین های معروف تری هستن مثل بتوون، موزارت، اینا بخیر بیشتر عمومی شدن توی دنیا. باخ. باخ کمتر از اون دو تا. اون دو تا معروف ترن. آره. نه کمتر عمومی شد. نسبت به اونا کمتر. ولی تو حرفه‌ای دنبال میکنی خیلی از اینا رو؟ نه به هر حال در حد شنیداری که بعد گوش میکنی. تو خود چی دوست داری گوش کنی؟ ولی من
همه چی. اون چیزایی که گوش میکنم خیلی فرق میکنه با چیزایی که ارائه میکنم. میخونی؟ آره آره طبیعیه، این میشه. خب آره. دیگو مارادونا کیت باشه؟ دیگو مارادونا میتونه مثلا به نظرم دای کوچیکه. یعنی داداش توماس. آره داداش توماس. دیگو و توماس. آره خیلی هم اسم شما هم میاد. خیلی به هم میاد. کیا مارادونا رو دوست داشتن؟ اصلا زن و مرد نداره. ببین درویش خان رو کی میشناسه؟ حمید که حتما میشناسه. آره. درویش خان یکی از نمادای موسیقی ایرانیه، کسیه که خیلی معروفه، سیم ششم تار رو به وجود آورده و اختراع کرده. و اولین کسی هم هست، حالا این ربطی به تخصصش نداره، که توی تصادفات تو ایران، تصادف رانندگی تو ایران فوت کرده. نمیدونم مثلا شاید دو تا ماشین تو ایران بوده، یکیش خورده به کالسکه درویش خان. درویش خان اگه بود چیکارت بود؟ درویش خان پدربزرگ. پدربزرگ. آره کلا. خیلی قشنگ به میخورد. تو خانواده هنری داشتی؟ به هیچ عنوان. من فقط هیچ کدوم. یه دایی داشتم خدا رحمتش کنه که. کدوم؟ توماس یا دیگو؟ یه دایی ناصری ما داشتیم که سنتور میزد. مرحوم شده؟ آره تو کرونا در واقع. آه خدا بیامرزتش. و تنها مخاطبش من بودم. یعنی همیشه یادت قدیما فامیل دور هم جمع، دایی ها، خاله ها. آره آره آره. یه 5 دقیقه 10 دقیقه تو رو درواسی میشستن گوش میکردن. سنتور زدنشو بعد دیگه همه دونه دونه میرفتم میرفتم. تنها کسی که میمون کنارش آخرش من بودم. قربونه دارم. آره خب حمید جان، استقلال پرسپولیس؟ والا استقلال. خب برای چی؟ ببین برای چی نداره دیگه، خیلی اتفاق. از کی؟ ببین من یه چیز بگم یه ذره بحث رو تغییر بده، اصلا برای چی نداره، همه اتفاقی طرفدار تیمی شدن. نه ولی اتفاقی نبودن. خب مثلا خواهم نسندن نس اینجوری بودن. مثلا شما تحقیقات کردی طرفدار تیمی شدی؟ من اصلا طرفدار نشدم. خواهم اگه میشدی مثلا تحقیقات میکردی؟ نه مثلا ممکنه که از طرف خانواده باشه یا خودت مثلا طرفدار شدی. نه من دیدم اونایی که طرفدار استقلال هستن توی محلمون، دوستامون، دیدم اونایی که باشون بیشتر حال میکنم استقلالی هن. این شد که استقلالی احساس شده. کردم که انتخاب بهتری میتونه باشه. یه سری عکس داریم حمید از شما. یا خدا عکس دیگه. عکس چیه؟ عکس با هم ببینیم. اینجا با هم ببینیم. نه که مردم خیلی دوست دارن ببینن اینا رو. حالا حتما چیز بدی نیست که. تا بچرخ همین ذره رو ببینیم. آره بچرخ. به به زهرا آفرین. حتما چهارخونه رو روی بینن ساده بپوشی. همین جان کلاس چندومه اینجا؟ اینجا فکر میکنم کلاس دوم راهنمایی. سخت میگرفت مدرسه تون؟ شما متوجه چندی؟ من 64. خب به شما سخت. آره خیلی. ولی معلومه که توی، یعنی هر جایی نشون بدن میفهمه آدم. آره. بعدی اینجا قشنگ از مدرسه رفتی. سال 88 89. خوب شد این مدلات. آره خیلی یه دوره کوتاهی داشت. آره دورش خیلی کوتاه بود خدا رو شکر. بریم بعدی. آقای گرجستانی خدا رو رحمتش کنه. این سر یه فیلم سینمایی بودیم با هم دیگه. بازی می‌کردی؟ آره توش باز شانس اش تصادف. شانس اش تصادف. آره فرابخش رو. کی دیده؟ یه نفر اگه دیده باشه اینجا خوبه. خدا رو شکر. این جزء اون کار دوست نداشتی دیده باشم؟ نه کلا اصلا کار سینما رو دوست ندارم. نه تو اصلا یه ذره گوشه‌گیری نیست. آره اصلا نمیدونم چرا با این روحیات من رفتم دو تا فیلم سینمایی نقش یک بازی کردم. جونه من. به خدا اصلا موندم خودم تو. خیلی از خواننده ها امتحان کردن. خب نه مثلا حالم نمیکردم خب این موضوع. رو درواسی کردی رفتی؟ نمیدونم بار خورد رفتم. خب بریم بعدی. خدا رحمتش کنه یهویی پرید. خب آخه حمید این دیگه تو نیستی. چرا اینجا مال سال 84 آلبومت بود کما درسته؟ بله. اخ یادش بخیر. من این دوره رو یادمه، یعنی این سالا رو خوب یادمه. آه. بریم بعدی. اح بخ اینم همونه. اینم همون فیلمه. همون فیلمه؟ همون فیلمه. بله ماشاءالله با خیلی آدمای بزرگی هم بازی کردین. ما کوچیک همش. زنده باشید. دمت گرم قربونت برم. به افتخار حمید عزیز. خب حمید جان میگه که اگه همسایه بخواد بچه شر و شیطونش رو بذاره پیش شما، بله تا چند ساعت نگهش دارین، تو جوابت چیه؟
سلام ببخشید اینو چند سال. والا من چون خودم یه پسر شر و شیطون دارم الان چیزم بالاست، آسانه تحملم خیلی. میتونی ها؟ میتونم باریکا. و من عاشق بچه هام. ای قربونت برم ماشاءالله. زنده باد. خب کی تو رو میخندونه معمولا؟ تو دوستا هم اینه اس بیارم یا اینکه والا پوریا هیدری دوست نزدیک خودته؟ پوریا هیدری موزیسیان که ما میشناسیم. آره آره واقعا یه وقتایی وقتی با هم دیگه هستیم اینقدر میخندیم که میگم دیدی میگن خیلی نخندیم آه. یه اتفاق بدی میفته، یه وقتایی میگم پوریا بس یه بلایی سرمون میاد. آره اینقدر شادمانی دیگه منطقی نیست. اینقدر شاد باشتم شه. پوریا هیدری هم بهش سلام میکنیم. و یاد کدوم کارت میفته در زندگی که خندت میگیره؟ چه کاری در زندگی خندم میگیره؟ کار خودم؟ آره هم که فیلم بازی کردم خندم میگیره که خنده داره واقعا. تو واقعا آه. دوست نداری الان معلوم؟ اصلا دوست ندارم. آره حالا بازم یه پیشنهاد بیاد؟ نه به هیچ. خب اون موقع چی شد که نگفتی نه؟ نمیدونم جف گرفتم احساس کردم. ولی دیگه تموم شد. دیگه تموم شد. خیلی خب عرض کنم به حضورت که یه سوال داریم از همه میپرسیم. شما تا حالا زایه شدی؟ زایه؟ آره یادت میاد؟ خیلی زیاد اینقدر دفعات زیاد بود که آره پیش میاد که به هر حال خیلی. یه وقتایی روی است آره آدم هر روز زایه میشه. روی استیج مثلا پام گرفته به یه سیمی به یک چیزی نزدیک با سر می‌خواستم بیفتم. آره منم حتی... زیاد برام پیش اومده. من آره. یه بار یه مراسم اجرا می‌کردم که قرار بود تو اخبارم پخش بشه خب بعد ما تریبون داریم دیگه ما مجریا، بعد منم صبحم بود، صبح من اصلا خنده ندارم یعنی چیز خنده‌داری به ذهنم نمی‌رسه. خیلی رسمی داشتم اجرا می‌کردم، واقعا هم رسمی بود خب حمید. یه پله هست میذارن برای اونا که قدشون کوتاه‌تره پشت تریبون، دیدی شاید؟ آره از وقت دیدم اینو گذاشته بودم، من اینو ندیدم. رفت داخلش. ببین الان فیلمش هست، تریبونه هست، من منتظرم من برسم پشتش بعد یازن اینجوری اجرا کنم براتون. یه دست بزن حمید. مثلا قراره من بیام این پشت وایسم اینجوری. خب بینندگان عزیز، معاون وزیر فلان رو دعوت میکنیم که مثلا بازی دست بزن. بعد اینجوری شد رفتم به خدا رفتم یه جای دیگه. میشه همچین چیزی؟ آره آدم زایه میشه قبول دارم. بریم سراغ بازی. بریم میخوام بازی کنیم. بازی کنیم به افتخار حمید عزیز. شب بخیر. ادامه بگو بخند و بازی با حمید عسکری داریم. حمید جان این پاکت دوشکه؟ نه میتونست باشه ولی نیست. ولی نیست. آره این توی این یه سری چرا بده؟ این یه سری برگ است. خب این برگ ها رو من برمیگردونم یه سمتشون. آره. فقط سینه نشته، من اینا هم قاطی میکنم که خدایی نکرده بینندگان فکر نکنن که من برای شما تقل آفرین. خب ببین یه سمتش یه چیزی نوشته و اینم اسم بازی اصلا شانسکیه. اینا با هم دیگه در هم و بر هم قاطی پاتی هم. خب یکیشو من انتخاب میکنم به عنوان مثال، الان نگاه نمیکنم ها. روش یه چیزی نوشته، چیزای مختلفه. به هر حال یه تو رو در یه چالشی میذارم، یا یه چیزی ازت میپرسم، یا باید یه نقاشی بکشم تو حس بزنی چیه، یا پانتومیم من باید بازی کنم تو متوجه بشی، برعکسش هم همینطور. یه دونه من یه دونه تو. حله؟ بریم. هر کی بهتر عمل کرد برد. اون یکی بدتر عمل کرده. بله متوجه شدی؟ قربان دست بزن خواهش کنم. خیلی آسونه. خب بگو دیگه. همش آسونه. همزن گفته پانتومیم بری؟ اینجوری همزن؟ خب این چیه پر؟ نه ادامه شو. یه چیزی این پایینه. باشه باشه که شما اینو میچرخونی میره جلو. آفرین. پولکی درست میکنی؟ اصفهانی اینجوریه. نه دقت کن دیگه ببین. سب کن یه پارچه این پایینه. یه پارچه ها؟ یه چیزی میچرخونی. آفرین. این پارچه میره جلو. چرخیاتیه؟ آفرین بابا چرخیاتی سخت بود. تا جای سخت بود دیگه. گفته اون پانتومین بری اینو. آره. آفرین. یه چند تا جمله هم توش گفتی. آره آره قبوله. بذار اینجا. حمید. آه این کلمات ممنوع است. من یه کلمه رو باید به تو برسونم بدون اینکه از چند تا کلمه ممنوعه که اینجا هست استفاده کن. میدونی چی میگم؟ بله. باید بشین اونجا منتظر باشی تا نوبتت بشه.
صندلی. نه. ببین منتظر باشی که صدات کنه بفرستت تو. مطب؟ نه نه نه. بفرست. نه نه نه. اون تویی که میفرستت توی اتاق نیست، توی جای سبزی میفرستنت. جای سبز؟ آره دیگه. این سختش کردی. ببین یه جایی نشستی، باید منتظر باشی که مثلا طرف بگه پاشو حالا برو. نیمکت ذخیره. آفر. بعد گفتم این سبزیه دیگه. آخرش خوب گفتی. بله برو حمید. بریم. خب همینه. اوکی نه نه. همه جون وقت هست، دو سه روز وقت هست. ها روش هم می‌نویسی. کارت بانکی. کارت. نه؟ باش. نفس بکش حمید. آها اونجا یه بانکه. این این بانکه میره تو این بانکه بانک جیب بانکی. نه این بانک نیست، این این کارته. آها کارت خان. کارت نه شبیه کارت خانه. خب چیه این کارت میره تو چی؟ این چی؟ جا کارتی؟ این شبیه چیزه. چیه؟ این چیه؟ کیف کارته؟ این بله. این کیف کارته؟ بله هست. میز یا گلدون؟ نه این چیه؟ کامل چیه؟ گلدون؟ گلدون روی میز. روی میز تمام شد. گلدون رو خوب کشیدم خدا داری. ولی جمله بود آخه این. خب بابا گلدون روی میز دیگه. گلدون روی میز برای من نوشتم. خدا رو شکر به تو جمله نیفتاد. خب این سخت‌تر بود. چیه کشیدی؟ اون مثل خورجین هست که رو دو چفه قدیمی نمیشه. خب باشه حالا من دفعه بعد هم برات میکشم. برو حمید. همین برو. اسم شهر با گاف. با گاف؟ گرگان. آه بعد شما سواله سخت بهت میفتاد. آخری آه باید پانتومین برم اینا. برو بریم. آها چی میگم بهش؟ امداد خودرو. دعا داری میکنی؟ نه. بیمه. جرثقیل. بابا چه امداد من ماشینم. خب من ماشینم. ها؟ ها؟ بابا دارم میگم یدکش. تو مشخصه هستم دیگه. اینه چیه؟ خدای من دارم خوب بازی میکنم. آره حمید عالی. حمید جون عالی. ما یه بازی دیگه هم با هم داریم. آره. اون بازی یه ذره فیزیکی تره. نفست خوبه؟ نه دیگه در اون سر. یه دست به افتخار حمید بزن. خب خانم آقایان با حمید عسکری هستیم و بازی توپ فوتی. همین خیلی راحت داشت. ببین ما اینو نگه میداریم. انجام دادم اینو قبلا. آه قربونه دادم. فقط یه جایش باید ناجوان مردانه نوازی نکنی دیگه. اینو نزدیک این نکن. این با 8 سانت میگم فاصله داشته باشه. سخته. نه نه جلو. ببین من یه بار امتحانی میرم. ببین برو. این باید بیافته توی این. نشد. عالی بود. مثلا نشد. آفرین. ببین چون خیلی سخته تقلبم نمی کنیم. خوب. هر کی سه تا انداخت دیگه برنده است. حالا ممکنه 5 بار تلاش کنیم دیگه. خب لیوان هم با دست باید نگه داریم که با فوت نزنیم بره. چون مخصوصا تو که دیافراگ به قویه خواننده ای دیگه هیچ یا نفرستیمون از اینجا نریم فاطمه. ببینیم چی میشه دیگه. آره دست درد نکنه. خب 3-2-1 میگی خودت؟ بله همه میگن. بریم 3-2-1 بگید. سه تا یه نفر بندازه تمومه. همین اشکال نره رنگای دیگه هم باشه. تونستی؟ یه دونه. اوه توپ بدین بابا اونو منزه تو اون یکی اون که دیگه نمی کنه بیا چلو بای
بده من. بابا این بازی واقعا به قیافش نمیخوره، انقدر سخت باش. یه لحظه اجازه بده. همون لحظه که بردم باختم. آری کلا بلد بودی تو، تمرین کرده بودی. خیلی متنفرم ازت. قربونت برم. خب حمید میگن نگرفتیم یه دور دیگه. واقعا آره دیگه نگرفتیم. چرا نگرفتی؟ چون من باختم. الکی میگم یه دور دیگه بریم که من ببرم. جون من بذار یه بار دیگه بازی کن. چرا؟ به خاطر من. بریم. بریم یه بار دیگه. من تا حالا داشتم مهمون نوازی میکردم. کو توپه. حالا. توپه کو. آها پیداش کردم، پیداش. تازه لمش دستم اومد. حمید. بریم. بشمرید. حمید. تمام. حد یه دونه. بعد جنسی. به خدا من حمید، من اگه نبرم دیوونه میشم. راست میگی؟ یعنی اگه این دفعه هم نبردی تا صبح اینجا بودی. اصلا اینم میذارم اینجا واسه. قربونت برم. سهید. شکست مفتزهانه حمید عسکری. خب، الهی دورت بگردم. حمید قول داده که امشب همینجوری دست خالی هم ما رو نفرسته بریم. میخونه برامون به افتخارش.